بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و احترام به شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه اندیشه و فرهنگ، با برنامه دیگری در محضر شما بزرگواران هستیم. امیدوار هستم که پای گیرنده هایتون نشسته باشین و با خوشی و آرامش و سلامتی این برنامه رو تماشا بکنیم. در این برنامه مهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم، خانم منیژه جهرامی، متخصص آموزش کودکان استثنایی یا متخصص کودکان استثنایی، سالهای بسیار زیادی رو در این حوزه کار کردن و تجربه های علمی تحقیقاتی و کاری بسیار ارزشمند را با خود دارن. حدود 30 سال در مراکز علمی امریکا به تدریس این حوزه صرف کردن، 10 سالی هم تقریبا در ایران تدریس کردن و تحصیلاتشان در ایران بوده. برای شرکت در کنفرانسی در تورنتو تشریف آوردن و این افتخار باعث تلویزیون جهانی امید 24 شد که مهمان برنامه باشند. بسیار خوش آمدین خانم جهرامی. متشکرم. با سلام خدمت شما و خدمت عزیزان بیننده، من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. یکی از مسائل بسیار مهم برای جامعه افغانستان امروز مسئله آموزش پرورش است، مسئله تربیت است، مسئله تحصیل است. ما میخوایم شما اگر امکان داره بحث از این شروع بکنیم که رابطه خشونت و تربیت، رابطه خشونت و آموزش چه رقم میبینیم، به چه شکلی میشه ما راه خشونت در نظام آموزشی خود ببندیم؟ بسیار عالی. کلن آموزش ما به هر چیزی میتونیم بگیم آموزش. بچه های ما از وقتی به دنیا میان در دامان پدر مادر دارن آموزش میبینن. آموزش و پرورشی که ما داریم صحبت میکنیم الان آموزش و پرورش رسمی و علمی هست که به اصطلاح کودکان ما از کودکی تا بزرگسالی یاد بگیرن پایه های علمی را، خواندن را، نوشتن را که پایه آموزش است، و بعد علوم را و ریاضیات را و قدرت تحلیل و تجزیه را، و اینکه بدونن یاد بگیرن که چطور نه تنها مسائل و مشکلات خودشون و جامعهشون رو به درستی و با اندیشه حل بکنن، بلکه بتونن روی اطلاع خانواده و جامعه تاثیر بذارن. بنابراین وقتی که ما با این دید به آموزش و پرورش نگاه بکنیم، به این نتیجه میرسیم که آموزش و پرورش برای هم مردان و هم زنان در کنار هم لازمه. و اون که ما چه چیزی رو میبینیم که وقتی که صحبت میکنیم، مخصوصا من به عنوان یک زن تاکیدم روی آموزش پرورش دختر خانوم ها و خانوم ها هست، که بسیاری وقتها جوامع ما و شاید حکومت‌های ما در بعضی از کشورها یا بعضی از اعتقادات ما به این نتیجه میرسن که خانم‌ها بیشتر باید در خونه بمونن. آموزش و پرورش یا یادگیری خواندن و نوشتن میتونه براشون جنبه منفی داشته باشه، هم برای خودشون هم برای اجتماعشون، و ترجیح میدن که این آموزش صورت نگیره تا اینکه بتونن فقط از اونها استفاده ابزاری بکنن، مادر باشن، به خانواده برسن، که بسیار خوبه، نه اینکه مشکله. منتها به این مسئله توجه نمی کنن که وقتی که خانم ها با سواد هستن، قدرتشون در اداره زندگی و در اداره فرزندانشون و حتی در اطلاع جامعه بسیار بالاتر میره. حالا ما یک زمانی آموزش و پرورش رسمی و زمینه‌ای داریم، خواندن و نوشتن یاد میگیریم، علوم یاد میگیریم، ریاضیات یاد میگیریم. یک زمانی هستش که ما اینها رو که یاد میگیریم، حتی در همین دوران هم یاد میگیریم که چطور به مسائل پرداخت بکنیم، چطور تجزیه و تحلیل بکنیم مسائل رو و بتونیم مشکلات رو از پیش پا برداریم، به همسرمون بیشتر یاری بکنیم، به فرزندانمون بیشتر یاری بکنیم که رشد بکنن و در جامعه افراد مفیدی باشیم، بتونیم به اصطلاح معلمین خوبی بشیم، پرستاران خوبی بشیم، حتی سیاستمداران خوبی باشیم.
منتها آموزش و آموزش زنان تنها کافی نیست در موردش صحبت بشه. وقتی که ما در مورد آموزش زنان صحبت میکنیم، در کنارش مردان ما هم باید آموزش درست ببینن تا بتونن درک بکنن که یک زن تحصیل کرده و فهمیده یار و یاور شوهرشه و یک مرد تحصیل کرده میتونه از زن تحصیل کردهش حمایت بکنه، تا اینکه به اصطلاح با کمک هم و هم یار هم بتونن تو جامعه روش بکنن. و این تصور اینکه دخترها اگر باسواد شدن به ضرر جامعه هست، این تفکر درستی نیست. بسیار تشکر از اینکه اهمیت آموزش و تعلیم خانم ها و بانوان برجسته ساختین و ضرورت شد تذکر دادین. سوال ما این است که آیا آموزش پرورش میتونه کمک بکنه به بهبود و ایجاد فضای عاری از خشونت یا نه؟ آیا میتونیم ما وقتی اطفال درس میتیم، وقتی اونا تربیت میکنیم، یک سیستم رو ایجاد بکنیم که خشونت در نظر از اونا بد جلوه بده و ما احترام رو به جای از او بتونیم در جامعه ترویج بکنیم و تعلیم بکنیم، یا نه آموزش پرورش نمیتونه چنین نقش رو بازی بکنه؟ به طور قطع آموزش پرورش میتونه نقش بسیار اساسی داشته باشه. ما اگر با آموزش پرورش فقط از دیدگاه آموزش زمینه‌ای بهش نگاه بکنیم، به طور قطع به خودی خود نمیتونه یک همچین دیدگاهی رو به وجود بیاره. برای همین ما صحبت آموزش و پرورش میکنیم. وقتی که ما معلمینمون تعلیم دیده باشن که آموزش با محبت، همونطور که پیامبرانمون هم صحبتشو کردن، و با اعتلا و بزرگ کردن جنبه های مثبت کودک و تشویق و تربیت اونها صورت بگیره، خیلی متفاوت هست از زمانی که ما بچه ها رو میخواییم با کتک و زور وادار کنیم یاد بگیرن. ما میبینیم که در بسیاری از مدارسمون معلمینی هستن که اگر بچه درسش رو خوب نخونده باشه، مشقش رو ننوشته باشه، با کتک و روش های بسیار خشونت آمیزی با اونا برخورد میکنن و این میتونه اثرات منفی زیادی داشته باشه در آینده و به طور قطع خشونت رو ترویج بده. در حالی که وقتی که ما کودکی رو از زمان کودکی تا بزرگسالی با احترام باش برخورد میکنیم و زمین و روش تدریس ما همراه با محبت، حتی زمانی که احتیاج هستش که یه جنبه منفی داشته باشه، احتیاج به تنبیه باشه، اون تنبیه معنیدار باشه برای کودک، نه همراه با کتک زدن فیزیکی یا تحقیر کردن کودک، بلکه با یاد دادن راه صحیح بهش، اثرات بسیار مثبتی داره در جامعه‌ای که از خشونت عاریه و بیشتر به طرف مهر و محبت و همبستگی و حل مسائل از طریق غیر خشونت آمیز. در جامعه خشونت زده مثل افغانستان که متخرما نزدیک به 40 سال است که جنگ تجربه میکنیم، قطعا خشونت به عنوان یک آسیب بسیار جدی اجتماعی دیده میشه، یک نارسایی که توجه بسیار زیاد رو میطلبه به اینکه ما نظام آموزشی خود نظام آموزشی تو هم با محبت و در واقع بخشش بسازیم. به نظر شما چقدر ضرورت است که دولت افغانستان سر بازسازی و بازنگری روی سیستم آموزش پرورش افغانستان کار بکنه و روی یک نظام محبت محور بسازه تا یک نظامی که فعلا متاسفانه بر اساس تنبیه، حتی تنبیه فیزیکی و بدنی در بعضی نقاط افغانستان مروج است؟ وقتی که دولتی آگاهانه با مسئله آموزش پرورش برخورد میکنه و به طور هدفمند آموزش پرورش رو تدوین میکنه، چندین راه وجود داره برای آموزش صحیح. یکیش ترویج آموزش در میان مردمه، از طریق وسایل ارتباط جمعی، خانواده ها، حتی نوع برخورد پدر با همسرش و با بچه هاش، که آیا اون با خشونت بچه هاش رو وادار به کاری میکنه یا همسرش رو در برابر بچه ها کتک میزنه و توهین و بی احترامی میکنه،
یا اینکه با محبت و با برخوردهای مهربانانه ولی قاطع با اونها برخورد میکنه. خود مسئله خشونت همیشه جسمی نیست، همیشه با کتک نیست. بعضی وقتا کتک خوردن یا آزار جسمی اونقدر ممکنه حتی تأثیر نداشته باشه که توهین و تحقیر یک انسان، ولو همسر انسان باشه یا بچه های انسان، و اون بعضی وقتا بزرگترین اثر منفی رو داره توی جامعه ما. بنابراین یک موردش مورد تربیت خانواده هاست و تشویق مردم به اینکه با آرامش بیشتر با هم برخورد بکنن، چه در خانه چه در اجتماع. دومیش تربیت معلم هاست که برای معلم هامون، ما بخشی از قسمت آموزش معلمی فقط این نباشه که شما برید ریاضی و فیزیک درس بدید در کلاس یا خواندن و نوشتن، بلکه اون بخش روانشناسی تربیتی یک بخش عمده از تعلیم معلم ها هست که میتونن اونو ببرن در خانواده. و البته مسئله رفاه شخصی، مثلا معلمی که خودش دچار مشکلات بسیاری هست، از مشکلات با مشکلات اقتصادی، با مشکلات روانی، با مسائل اجتماعی درگیری زیاد داره، بسیاری وقتها اون مسائل شخصیش رو میبره توی کلاس و چون کنترل دیگری وجود نداره اونا رو سر شاگردان خالی میکنه و به جای اینکه تاثیر منفی مثبت بذاره تاثیر منفی میذاره. در سالهای تجربه کاری شما و تحقیق و آموزش شما، مهمترین نکته ای که با او برخوردن و میتونه برای جامعه امروز افغانستان مفید باشه چی بوده در حوزه آموزش؟ به خصوص در سالهایی رو که من در آموزش پرورش استثنایی کار کردم و با کودکانی کار کردم که از کوچک تا بزرگ سال، با شاگردانی کار کردم که مسائل آموزشی دارن، به سختی یاد میگیرن، مدت زمان بیشتری احتیاج دارن برای یادگیری، این میتونه برای یه معلم خسته کننده یا کلافه کننده باشه اگر با آگاهی و آرامش نخواد برخورد بکنه با این چیزا. بنابراین یکی از چیزهایی که برای من خیلی مهم بوده در دوران آموزش پرورش، یادگیری این مسئله بوده که شاگردانتون رو اول بشناسید، درک بکنید که کجای کارشون اشکال داره و نوع یادگیریشون به چه شکله، چون همه بچه ها، همه انسان ها استعدادهای متفاوتی دارن و شما اگر استعدادها رو تشخیص بدید میبینید یه زمانی که همه در خواندن عالی نیستن ولی ممکنه قدرت تفکر یا ریاضی خیلی قوی داشته باشن، همه در ریاضی قوی نیستن ولی ممکنه خواندن بسیار خوبی داشته باشن یا قدرت درک یا هنر فوق‌العاده‌ای داشته باشن. اگر معلم بتونه با تست هایی که وارده و میدونه این کار اینو تشخیص بده که شاگرد ضعفش در کجاست، از قوتهاش استفاده بکنه، تشویقش بکنه تا اونو بتونه در ضعفاش کمک بکنه که بتونه ضعفاشو جبران کنه. این یکی از مسائل بسیار اساسی بوده که برای من در دوران به اصطلاح تدریسم خیلی کار کرده و خیلی کمک کرده. بیننده‌های عزیز ارجمند، شما برنامه اندیشه و فرهنگ تماشا میکنین. مهمان فرهیخته برنامه کارشناس آموزش کودکان استثنایی خانم منیژه جهرمی است که از امریکا به تورنتو تشریف آوردند و افتخار حضور شان ما در برنامه داشتیم. بسیار گفتگوی شیرین و آموزنده‌ای بود خانم جهرمی. به عنوان آخرین پرسش که اتفاقا در شروع همین پرسش به نحوی خدمت شما عرض کردم، پرسشی است که راهکردهای عملی که میشه در یک نظام آموزشی را ایجاد کرد و با کمک راهکردهای عملی خشونت از بین برد، اگه امکان داشت شما در بعض از این راهکردها، در بعض از این در واقع روش ها اشاره بکنید، چی رقم میشه واقعا محبت به صورت عملی در یک سیستم آموزشی نهاد جایگزین کرد؟ یک نمونه بسیار زیبا شما خودتان بیان فرمودین که معلمی که به شیوه استادی
و خوبی شما کار نمیکنه و کل شاگردان به یک قسم میبینه، معلم شاگرد که ریاضی نمیفهمه رو لط میکنه و نمیفهمه که نویسنده خوب است، این در واقع به شکل ترویج خشونت، خشونت عملی در درون صنف و کلاس است. به طور قطع ما میخوایم شما به صورت نمونوار اگر چیزی خاطر مبارک شما است که چی رقم میشه، آیا ما کتاب های درسی خود تبدیل بکنیم یا روش درس دادن تبدیل بکنیم یا چه کار بکنیم که خشونت بتونیم پیش بگیریم؟ تمام این چیزایی که شما گفتید به طور قطع روش تدریس، به طور قطع تبدیل کتاب ها، ولی چیزی که میتونه خیلی عمده باشه، اتفاقا تو صحبت قبلی که شما داشتید صحبت خشونت بود، من داشتم فکر میکردم به این که مسئله جابجایی رفتار خشونت آمیز. اگر ما در آموزش و پرورشمون به انسانها، چه از معلمهامون گرفته و چه از شاگردانمون گرفته، بتونیم اینو یاد بدیم که همیشه، مهمان قبلی شما اشاره کردم که خشونت در درجه اول یک خشم درونیه که اگر به مرحله عمل در نیاد این ضرورتاً چیز بدی نیست. بعضی وقتا خشم چیز خوبی هم هست و مثلا خشم نسبت به بی‌عدالتی، خشم نسبت به بی‌عدالتی شما نداشته باشید نمیتونید در مقابل بی‌عدالتی مقابله بکنید یا راه چاره پیدا کنید. منتها این مقابله کردن همیشه به معنای رفتار فیزیکی یا خشونت کردن یا کشتن یا کتک زدن نیست. بعضی وقتا میتونه جابجایی رفتار باشه، یعنی یک فرد یاد بگیره که خشونتش رو نه تنها کنترل بکنه بلکه بدونه که از چه روشی میتونه با صحبت کردن، با ایجاد کردن یه شرایط مناسب در کلاس درس آموزشی اون احساس خشونت رو و اون نیاز، مثلا شاگردی که فرضاً از معلمش کتک میخوره میره بیرون هم کلاسیشو کتک میزنه، ولی شاگردی که بخشوده شده به خاطر گناهی که کرده یا معلم نشسته باهاش صحبت کرده و فهمیده علت رفتارش رو و کمکش میکنه، اون کودک یاد میگیره که بره با هم کلاسیش هم همین رفتار رو بکنه. وقتی میبینه هم کلاسیش خوب درس نخونده بره بشینه بگه بیا با من درس بخون من کمکت میکنم. یعنی ما دقیقا میتونیم انعکاس رفتار خودمون رو در کودکانمون ببینیم. بنابراین اگر ما به عنوان یک سیستم، اول سیستم با مردم جامعهش اینطور رفتار غیر خشونت آمیزی داشته باشه و جابجایی برخورد ایجاد بکنه، به جای رفتار خشونت آمیز به خاطر گرفت، به جای کشتن، گرفتن، زندان کردن، کتک زدن، برنامه های آموزشی بذاره، برای یک معلم به جای تنبیه، به جای کم کردن حقوقش، به خاطر شرایط مناسبی ایجاد کنه که اون معلم در آرامش بتونه به سر کلاس درسش بره، به طور قطع اون اثر میذاره روی رفتاری که معلم با بچه هاش داره. بچه ها رو به صورت یه سری ابزار نمیبینه که دشمنانشن، به صورت یک شغل نمیبینه، بلکه به صورت یک رابطه متقابل میبینه که میتونه بره و به شاگردانش محبت بده، بدونه که هدفش از درس دادن این بچه ها این نیستش که فقط 2 + 2 = 4 یاد بگیرن، بلکه هدفش اینه که این بچه ها انسان بشن و برای انسان شدن خشونت کار نمیکنه، کتک زدن کار نمیکنه، تحقیر کردن کار نمیکنه، بلکه محبت کردن و یادگیری با روش مهربانانه هست که کار میکنه، مخصوصا کودکان ما که تاثیرپذیر هم هستن. بنابراین هر رفتاری رو که ما بزرگسالا با بچه ها میکنیم متقابلش رو در رفتار اونا میبینیم، هر رفتاری که حکومت های ما با ما میکنن رفتارش رو در مردم جامعه میبینیم. دقیقاً درس معلم مربوط زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد کودک طفل گریز پای را. واقعا وقتی که خانم جهرومی توضیح می دادن من احساس می کردم که چقدر واقعیت های امروز جامعه ما در
فرمایشات شما منعکس شد. واقعا زیبا بود، لذت بردیم. یک جان تشکر از اینکه افتخار دادین به برنامه تشریف آوردین. خیلی ممنون که این فرصت رو دادید که من بتونم باشم با بینندگان عزیز شما صحبت کنم. چقدر صحبت خوب فرمودین. خیر ببینین در برنامه‌های بعدی امیدوارم که باز بتونیم میزبان شما باشیم. افتخار امید خدا. اگر فرمایش خاصی دارین؟ نه، فقط از بینندگان شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که در برنامه دیگه ببینیمش. بیننده های ارجمند، باز هم برنامه دیگری از برنامه های اندیشه و فرهنگ به پایان رسید. تا گفتگوی دیگر، بدرود.